موسیقی زیباترین هنر هاست، ضرورتی است که غریق را نجات می دهد. موسیقی مافوق تصورات ذهنی است و آن را زبان احساسات و عواطف می پندارند. هنر موسیقی افغانی بعد از یک رکود در دوره امیر شیرعلی خان تعدادی از هنرمندان به کابل آورده شد و این بار آنها در کوچه خواجه خردک نزدیک بالا حصار شاهی جا داده شدند که کوچه مذکور بعدها به نام خرابات مسمی گردیده است. خرابات تعداد زیادی از استادان برجسته و پر افتخار را به کشور تقدیم کرد که از آن جمله یکی هم زنده یاد از استاد رحیم بخش، هنرمند بی بدیل کشور است. به بهانه سالگشت وفات استاد رحیم بخش، مشعلدار فقید هنر موسیقی افغانی یاد بودی داریم. از کارنامه ها و عظمت آوازخوانی و هنرنمایی این شخصیت محبوب و معروف هنر موسیقی کشور ما که با توجه می‌رسد. آشکار است که مرحوم استاد قاسم افغان در عرصه موسیقی خدمات شایانی نموده و شاگردان بیشمار را درس موسیقی داده است. شاگردان او بعدها هر کدام نام و شهرت زیاده برای خیش کمایی کردند. از آن جمله می توان یکی از ممتازترین شاگرد استاد قاسم افغان از محمد رحیم چوچه مشهور به استاد
رحیم بخش نامرد. استاد رحیم بخش را کی نمی شناخت؟ نام استاد رحیم بخش برای همه علاقمندان هنر موسیقی غزل نام آشنایی بوده است، زیرا وی بیشتر از 70 سال از طریق آوازخوانی در خدمت مردمش قرار داشت و در محافل خوشی و سرور هموطنانش مانند شمع فروزان جلوه نمود. مجدون با باغرف نظر بد نیان آه کشیدو کامتی لیلا خیان کر سر سر تو چیرک رنگ رمجبورا لیلا پرنے سے وی جگر پورا سر سر تو چیرک نمی ترسی مگر ز
ये आए गुलू के गुल दर चौके काबू फिरोशी के गुल दर चौके काबू फिरोशी चला है Shikhaye Shaan Le Jaye Shikhaye Shaan Le Jaye